خیلی از شما عزیزان گفتید یه ویدیو درست کنید راجع به تفکیک زباله در آلمان. امروز می‌خوایم این کارو بکنیم، در خدمت هستیم. سلام، حالتون چطوره؟ امروز می‌خوایم با هم راجع به تفکیک زباله صحبت بکنیم. تو این کشور، توی آلمان، 4 نوع زباله وجود داره. ما یه زباله داریم، زباله پلاستیک، یه زباله کاغذ، یک زباله رست که میشه قاطی، میتونی همه چی توش بریزی. یه زباله هم داریم بیو. یه عده تو ایران بود میگفتن مثلا این مبله صندلی رو بنداز دور. اینجا اصلا جالبه ببینین دور وجود نداره، یعنی شما این صندلی مبل و هر چی میخواین نمیتونین بذارین دم در که حالا یکی بعد اجازه نداره، اجازه هم ندارین. بعد ببرین یه جایی به اسم دپونی یا ورتشتوفهوف اسم دیگرشه که تو شهری هم چند بستگی به بزرگی شهر چند تا از این جاها درست کردن. خب حالا بریم سراغ اصل مطلب. اولین چیزی که میخوام براتون صحبت بکنم زباله پلاستیکی یا همون زرد در آلمان. این کیسه ها رو که میبینین، کیسه ها رو معمولا فروشگاه روه ادکا دارن، یعنی دم صندوق نفر یه دونه بهتون میده وقتی پرداخت میکنی میگه من گلوزاک میخوام، یا اینکه تو همین دپونیایی که براتون توضیح دادیم نفر یه دونه وقتی میره آشغالاتونو بندازین بهتون میدن، یا بعد بخوای که بهتون بدن، همینجوری نیست که بهتون بدن. بعد زباله‌های پلاستیکی خب انواع اصلا مختلفی داره. ما حالا بهتون نشون میدیم بطری نوشیدنی میتونید بذارین این پلاستیک. یه نکته که خیلی جالبه حرف با این جوان از کاغذه، خب چون از کاغذه باید بندازن توی قسمت آبی که برای کاغذ، اما نه، چون که اینا توشون مواد غذایی بوده باید بره در گل بذار کنسروا، کنسروا هم همینجور باید بره در گل بذار. اینا که فلزیه زرد. و خیلی ها مثلا نمیدونستم، اون بنده خدایی که کامنت گذاشته بود دقیقا اینو نمیدونست. وقتی که خوب تفکیک نشده باشه زبالات رو نمیدونه، مثلا توی کیسه زرد کاغذ بذاری دم در نمیبره، ممکنه براتون یه دونه برچسب بزنه اینجا بگه شما فالش انجام دادین، کار اشتباه کردین، که بعد مثلا میفهمین که باید اصلاح بکنید کار. خیلی وقتا هم نمیفهمین باید اصلاح کنیم. مثلا توی بلژیک من شنیدم یکی از دوستان میگفت برگه استوب میزنه روی کیسه ها و گفته که مثلا شما باید کاغذ رو اینجوری بذارید، نمیدونم باید اون قوطی رو این شکلی بذارید. میگفتش خانواده ما که تو بلژیک رفته بودن 3-4 هفته زباله هامونو نبردن، هی ما یاد گرفتیم این کار اشتباه کردیم، این کار اشتباه کردیم. گفت بعد 3-4 هفته بچه‌م با خوشحالی اومد گفت ای بابا زباله ها رو بردن، یعنی یک اتفاق خیلی خوبی براشون افتاده بود. خب میرسیم به اینا چیه کاغذ. قسمت دوم قسمت آبی بود که گفتم، زباله های آبی یا همون کاغذ که معمولا اونایی که تو آپارتمان زندگی میکنن پایین خونهشون حالا قسمت های مختلفی وجود داره، یکیش هم برای زباله هاشون هستش یا اونایی که خونه مستقل دارن. این سطل آشغال کاغذ هست، معمولا برای اونایی که هاوس دارن همین اندازه براشون میذارن، یا اونایی که خونه های آپارتمان دارن ساکنینشون بیشتره متفاوت تر از این بزرگا میذارن. خب کاغذامونو مقوا، کارتون دیگه همینا دیگه. آره. کارتون و مقوا رو میزنین تو. میزنین تو. حالا رسیدیم به زباله سوم یا همون مشکی که بهش میگن رست. حالا یه نکته جالب راجع به رست بگم. ببین شما تو این زباله رست از شما سوال میپرسن. آیا من میتونم کاغذ بندازم؟ میتونی. خب الان همه خودشون میپرسن که خب پس اگه میتونی و کسی گیر نمیده پس چه مشکلی؟ خب شما کاغذات هم بریز داخلی. سوال بعدی میشه پلاستیک هم ریخت داخلی؟ میتونی. خب بچه ها ما نمیزیم چرا این همه زحمت میکشیم؟ یه نکته خیلی مهمه، توی آلمان زباله بردن پولیه، اما این دوتا نه، اینا پولی نیستش. اتفاقا به تو پلاستیک هم میدن یا لطفا اینا رو بذار اینجا ما براتون ببریم. یعنی شما 5 تا از اینا بذارم در از این زردا، اینم تا خرخره پرش کن برات رایگان میبرن. تازه اگر هم دقت کنید میبینید حجم این بزرگتره. شاید خیلی ها با خودشون میگن خب چرا شما این سطل زبانتون بزرگتر نیست، به خاطر اینکه اینو شما باید هرچی حجم بیشتر بخواید بیشتر هم پول بدید. یعنی شما به عنوان یک خانه که میاد خودتون رو ثبت میکنید تو شهرداری، شهرداری میاد به شما میگه که اولا یه گوندگبور ما میدیم، یعنی مثلا یه 11.5-13 یورو هر ماه میدیم که اینا شاملش هست، یعنی هزینه اینا رو داریم جون میدیم، ولی اینا مهم نیست، 20-30 کیسه هم باشه میبرن براتون. اما اینو اومدن ما اولین سطلی که بهمون دادن یه سطل فکر کنم 40 لیتری بود اگه اشتباه نکنم یا 20 لیتری، خیلی کوچیک بود تا اینجا بود کلا.
اصلا کلا دو تا کیسه جام بود همین شکلیه، همین قدی بود ولی مثلا وسطش بسته بود، خیلی بسته جالب بود. و ما دیدیم که اصلا این خیلی کمه برای ما، اومدیم گفتیم ما چون برنامه هم داشتیم تو خونمون، ایونت برگزار میکردیم، کارهای یه مقدار دیگه هم انجام میدادیم، این کافی نبود برای خانواده عادی، باید مثلا بیشتر سفارش میدادیم. گفتیم اومدن قبلی رو بردن یه دونه، فکر کنم الان این 80 لیتریه برای ما آوردن که جای بیشتری باشه. اینم تو تهش نیست، تا اینجاست. آره اینم تا اونجاست، تا اینجاست، تا تهش باز نیست اینا. پس چی شد؟ اومدن خیلی ساده با یک قانونی که خود آدما مجبور رعایت بکنن، مردم رو مجبور کردن که این زباله‌هاشون رو تفکیک کنن. یعنی هر کس تفکیک نکنه مجبور همه رو بریزه این تو، اینم که محدوده و میشه. آره دیگه. و یه نکته خیلی جالب بهتون بگم که اینجا از این خبرها نیست که هر شب نه شب آشغالا رو بذارین دم در، نه خیر، هر هفته یعنی آخر هر هفته یک شنبه دوشنبه صبح یا میبرن. حالا بعضی مناطق متفاوته، منطقه بندیه، منطقه ما که این شکلیه، ما آخر هفته یک شنبه دیگه آشغالا رو جمع جور میکنیم و اینا میذاریم دم در. صبح دوشنبه هر کدومشون ماشین های مخصوص خودشون میاد، ساعتاشون هم مختلفه. یکی میاد آبی رو میبره، یکی میاد زرد رو رقصی. گفتم آبی، بذارین قضیه کاغذ استوپ رو اینو بگم دوستان. یه نکته جالب، ما وقتی اینو گرفتیم دو سه دفعه پیش اومد که برامون یه کاغذ زدن روش استوب که اینو ما دفعه بعد اینجوری نمیبریم، که ما دفعه اول خیلی دقت نکردیم کاغذو کندیم، فکر کردیم یکی تبلیغاتی چسبونه. سری دوم دقیق‌تر من خوندم دیدم چی نوشته، نگو ما اینو مثلا تا اینجا پر کرده بودیم و اینا اینو میگفتن اینجوری شما کار اضافه داری برام درست می‌کنی، هر موقع این کامل پر شد اون موقع اینو بذارم در. اینو پس وقتی میبرن که پر شده باشه، اگه پر نشده باشه شما اختار میگیری و میگه من نمیبرم. برای همین همیشه سعی میکنیم که کاغذ و کارتون تو این بره، پلاستیک، قوطی شیر مثلا، بطری پلاستیکی که فاند نداره. اصلا مسئله فاند خودش اینم یه مسئله دیگه است. آره حالا یه دفعه میریم یه ویدیو درست میکنیم. خیلی هم میدونن. آره نه، فاند همین چیزاست، گرویی بهش میگن دیگه، گرویی شیشه ها یا همین گرویی پلاستیک، بطری پلاستیکی مثلا 25 سنت بستگی داره، ممکنه چه کمتر باشه حتی برای شیشه های دیگه. شما باید یه پول گرویی بدید وقتی نوشیدنی رو میخرید. و خیلی جالبه که خیلی وقتا پول این گرویی از خود نوشیدنی بیشتره. مثلا آب ما میخریم چقدر؟ 19 سنت. پول این بطری به اضافه 25 سنت. قسمت چهارم چیه؟ زباله سبز یا بیو. بعضی خونه ها یه سطح جدا دارن، حالا ما نداریم، ما بیومونو معمولا میریزیم توی قسمت کمپوست خودمون. چی چیزایی رو میتونم بریزم؟ پوست بادمجون، پوست بادمجون، پوست پیاز، پوست سیب زمینی. کلن توی اون بیوها و همون ظرفایی که زباله سبز بهش میگن، توی اونا شما میتونید حتی میوه خراب شده هم اگه دارید بریزید توش، اشکال نداره. اما میوه خراب شده، نه غذای خراب شده. غذا نباشه، دقیقاً چیزایی که ما اونجا توی اون کمپوستمون داریم. نکته بعدی اینه که اگر شما بتونید تفکیک زباله‌هاتون درست انجام بدین، حجم زباله‌هاتون کم میشه. مثلا اگر زباله بیوتون از مخلوطتون یا همون رستتون جدا باشه، خب این حجمش کمتر میشه دیگه، یعنی میتونیم بیشتر زباله های رست داشته باشیم. یا میخوایم صرفه جویی بکنیم توی مسئله مالیمون، میتونیم 20 لیتری بگیریم. 20 لیتری برای مثلا یه خانواده که بیو هم تفکیک میکنن فکر میکنم کافی باشه. البته خب اگر هم که شما بیو نداشته باشین، خودتون میتونین کمپوست درست کنین و از این کمپوست توی گیاهکاری و سبزیجاتی اگه میکارید توی کار کشاورزیتون میتونید استفاده کنید. با ما بیاییم بریم کمپوستمون رو ببینیم. ما اینجا رو نزدیک الان یک سال خورده ای هستش که درستش کردیم و مثلا آشغالایی که بعد اون توضیح دادم رو داخلش میریزیم. زباله سبز رو. آره زباله سبز. حتی الان داشتم هرس میکردم اینا رو یه روش پر از شاخ و برگ شده. نگاه کنید. چیزای مختلف، میوه گندیده مثلا، یه میوه گندیده اینجاست دیگه. حالا دوباره روش خاک ریختم، پوست پیاز میریزم. این تبدیل به خاک میشه، این خیلی جالبه دوستان بدونن. بعد از یه مدت اینا دوباره بریزم خاک، دوباره میریزم روش. این داخلش یه تجزیه میشه، تبدیل به یه خاک بسیار بسیار پربار خواهد شد انشاءالله. بعد حالا دوباره وسط ویدیو میذاریم که چه چیزایی اینجور میکنیم.
البته اینم کمپوست دوممونه، کمپوست اولی توی قسمت خرگوش هاست، اونم از چند سال پیش درست کردیم و واقعا تبدیل به خاک شده. یعنی شما کمپوست رو اگر که خوب بهش برسید تبدیل قشنگ به خاک میشه. این کمپوست قبلیه که ما اینجا داشتیم، شونم آقای خرگوشه. خب اینم از ویدیو تفکیک زباله ما و کمپوستمون رو یه ذره براتون توضیح دادیم. تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدارتون باشه. بای بای، خدافظ.